قماندان امنیه کابل میگوید در حمله انتحاری امروز در این ولایت 3 غیر نظامی زخمی شدند. این حمله انتحاری قبل از ساعت 4 عصر در ناحیه نهم شهر کابل در ساحه بنام دیسپیچری رخ داد. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه شهر کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت حمله کننده انتحاری با موتر نو کرولا که مملو از مواد انفجاری بوده، کاروان موترهای نیروهای خارجی را که از ساحه در حال عبور بوده هدف قرار داده است. اما به گفته آقای رحیمی به نیروهای خارجی در این رویداد آسیب نرسیده است. موتر کرولا که از استقامت تنگی تراخیل می آید و از تنگی تراخیل تیر شده در این قسمت بازار انفجار می کنه. خوب بود، روز جمعه بود، ازدحام نبود و از اثر انتحار از این کرولا یک موتر سوزکی از این دکاندار حریق می شه، خودش زخمی می شه. جمله 3 تا مجروح داریم در یادسه که مردم عام هستند، دکاندار و مردم راهگذر. فعلا که بررسی ما ادامه داره. 2 موتر از خارجیات تیر میشه، کرولا انفجار میکنه ولی به اون موترهای چاسیب نمیرسه. به اساس گزارش ها به محلاتی که در اطراف این رویداد واقعند اندک خسارات مالی وارد شده است. یکی از شاهدان عینی در محل رویداد در مورد این حادثه به رادیو آزادی چنین گفت: اینطوری که شده بود، تلفات جانی نداشت، 2 نفر زخمی بود، یک تیل فروش از 200 چوکیدار پایش کمره گرس و تیل فروش کمره سوختگی داره، بس دیگه جراحت نداره، تلفات مالی به مردم هم زیاد رسیده. گفتنیست که اوزه نهم امنیتی پلیس یکی از اوزه های نیمه اطرافی بوده و از پل محمود خان آغاز و آخرین نقطه قریه هودخیل و پکتیاکوت را در بر میگیرد. در این ساحه شرکت های داخلی و خارجی، کمپ های خارجی و پارک های صنعتی فعالیت دارند و همچنان در امتداد این جاده مکرویان 2، 3، 4 و برخی از وزارتخانه ها موقعیت دارند. در این حال ذبیح الله مجاهد، کسی که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. این حمله در حال صورت میگیرد که در تازه ترین مورد امروز در حمله انتحاری در ولایت ننگرهار 4 فرد ملکی کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. به همین گونه در انفجار یک بم کارگزاری شده در روی جاده 12 نفر در ولایت غزنی کشته شدند. همچنان در حمله مرگبار روز پنجشنبه بر ریاست سرانوالی استیناف ولایت بلخ بیش از 20 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند.